درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال تلپاتی. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما. دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین، خیلی خوش آمدین، یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. یاران عزیز، ببینیم چه خبر است در کارت ها و من کاری که میکنم برای شما انتخاب میذارم. میدونم که خیلیاتون انتخاب دوست ندارین. یک سری از فال ها هست متاسفانه نمیتونم بدون انتخاب بذارم. اگر میل دارین میتونین دوتا رو نگاه کنین و مثل یک فال کامل برای خودتون نگاهش کنین. من انتخاب ها رو میذارم، اونایی که میل دارن برای دو نفر نگاه کنن گناهی ندارم. ببینیم چه خبر هستش. خب، انتخاب اول دوستان عزیز، این ماه کامل هست، هیچ برج و هیچ علامتی نداره. و انتخاب دوم آخر یک دوره مشکل هست. حالا من نگاه کنین دوستان، و اینکه آخر این یکی میگه که انتخاب اول خودتون رو دست خدا بدین، انتخاب دوم آخر یک دوره مشکل و یک ماه کامل دی هست. عزیزان دل، من قبلا هم میگفتم اونایی که نمیتونن انتخاب کنین فقط انتخاب اول نگاه کنین. اونایی که نمیتونن انتخاب کنین دوتا رو نگاه کنین، مثل اینکه یک فال کامل برای شما هست. خب ببینیم دوستان عزیز چه خبر است در انتخاب اول. من سری و سر میرم سراغ انتخاب اول. عزیزان درود به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت بود. دوستان، من این کارت رو اینجا میذارم، بعدا هم ازش استفاده خواهم کرد. قبل از هر چیزی عزیزان، برای که وصل بشم به انرژی شخص مورد نظر شما، از انرژی کیهانی، از زمین ناخودآگاه و همچنین فرشتگان مقرب اجازه میخوایم که بهش وصل بشیم، اجازه میگیریم. و حالا میریم ببینیم با همدیگه چه خبر است در انرژی های این شخص. من یه آماری میگیرم، مثل اغلب اوقات بریم ببینیم که در ارتباط با شما الان چه خبر هست در روح و روانش. حالا ببینیم که اوکی، خب اولش این شخص کسی هستش که دوستان عزیز من احساس میکنم که آدمی هستش که در ارتباط با شما یه مقدار نوساناتش خیلی زیاد هستش. وقتی اون بالای بالاله، یه وقتی این پایینه پایینه، یه وقتایی میخوام بیام، یه وقتایی نه نمیخوام بیام، یه وقتایی میخوام قدمم سریعتر بردارم، یه وقتایی نه عقب میکشم. به هر حال در ارتباط با شما نوساناتش زیاده. ببین دوستان، از چشمان این شخص، در چشمان این شخص شما و این شخص یک رابطه خاصی دارین با هم دیگه. یک رابطه‌ای دارین که ماورای آنچه که منطق هست میگه، یعنی که ممکن هستش که یک رابطه کارمیک داشته باشیم، ولی اینکه این شخص شاید خیلی هم منطقی باشه و به این مسائل اعتقادی نداشته باشه، ولی براش عجیب هست این رابطه. در ارتباط شما رو ببینیم چگونه میبینه. شما رو میبینه کسی که دوستان عزیز میل بر این دارین که بر این شخص اولا که مقداری کنترلش کنید، کنترل راه دور، و یا اینکه سرش سوار شین، امکان داره. و اینکه شما رو میبینه خیلی وابسته و همچنین گرایش تمایل بسیار زیاد فیزیکی رو در شما میبینه، که فهم میکنه که شما نسبت بهش خیلی تمایل داره. ببین با هم دیگه دوستان عزیز، شما عزیز دل اینجا این رابطه رو میبینه پر از گرایش، پر از تمایل. ببین دوستان، این کارت کسی نیستش که داره کاری رو انجام میده، بیشتر کارتی که هستش که در ذهنم، در سرم مسائل رو دارم پرورش میدم، طرحهایی رو دارم میدم. حالا یا اینکه این شخص واقعا شما با این شخص در ارتباط نیستین دوستان عزیز، و اینکه یا ابتدای یک رابطه است، یا یک کراش است، یا اینکه یه نفری است که از زندگیتون دیگه خارج شده و اینکه الان در حال حاضر به شما خیلی فکر میکنه. هر چیزی که هست دوستان، به شما نسبت به شما تمایل این شخص زیاد داره و رابطه قوی میمونه. چیزی که خوشش میاد این که لحظات خیلی خوبی رو با شما میگذرونه، میتونه با شما خوش باشه، خوش بگذرونه با شما. خب و بریم ببینیم که در ارتباط با و چیزی که میترسونتش، مقدار قسمت های شاید حالا
پنهانی هایی که شما توی زندگیتون دارین، یا یک رازی رو با هم دیگه دارین، یا یک برای شما یک رازهایی رو دارین که این حسش میکنه ولی نمیدونه چی هستش. و اینکه شاید هم آدم خیلی معنوی هستین دوستان عزیز که این شخص داره میترسونتش، مقداری مسائل ماورای طبیعی شاید میترسونتش. و رابطه رو رابطه پتانسیل این داره که رابطه آزاد باشه. برای این شخص دوستان عزیز با این دوتا کارتی که من دارم میبینم حرفی از تعهد نمیزنه. با هم باشم ببینید کارتایی که هست، اینجا دلبری کردن، اینجا مسائل فیزیکی، اینجا خوشگذراندن و اینجا آزاد بودن. خب این از این مسئله و اینجا به همین صورت هستش دوستان. حالا من این کارتا رو جمع میکنم، میریم با هم دیگه ببینیم که شخص مورد نظر شما در چه انرژی هایی نسبت به شما، بریم با این شخص یک تلپاتی برقرار کنیم و اینکه ببینیم چه خبر هست در انرژی هاستش دوستان. خب دوستان من اولین کارت اینجا میذارم، خودش رو دست خدا میده. حالا ببینیم برای چی خودش رو دست خدا میده. همونجور که دیدیم متوجه شده که شاید رابطه شما با این شخص رابطه خاصی هستش و حالا ببینیم خدا چه پیش خواهد آورد. من کارت های مختلف رو استفاده میکنم برای خواندن انرژی های شما دوستان عزیز. ببینیم کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص دوستان. من از کارت استفاده میکنم، خط اول رو براتون میریزم و بعد بریم ببینیم که با هم دیگه. خب این کارت خودش افتاد. خب اوکی اوکی بچه دوتا کشیدم، شاید با دوتا میکشیدم. اوکی یه جاهایی شاید احتیاج داشته باشم دوتا کارت بکشم. اوکی عزیزان دل، خط اول چه چیزی رو به من میگه؟ آدمی که احساس بی قدرتی میکنه، احساس ضعف و ناتوانی میکنه، آدمی که مشکل داره که بخواد جایگاه خودش رو مشخص کنه. شخصی هستش که اتفاقا شخصیت قوی من دارم میبینم، مرغی پادرر دارم میبینم. ولی هر کسی از ما دوستان عزیز یه وقتایی در قسمت‌های زندگیمون هستیم که ضعیف‌تر از قسمت‌های دیگه زندگیمون هستیم. با همین احوال یک ضرب المثلی ما داریم که میگیم پلنگ از ناتوانی مهربان است. این من احساس میکنم که احساس ناتوانی و ضعف زیاد میکنه و مشکلات زیادی رو داره و بی‌عدالتی در حقش احساس میکنه که در حال حاضر زیاد هستش. در ارتباط با شما دوستان عزیز، ببینید در ارتباط با شما مشکل شما نیستین دوستان، مشکل این شخص، ضعف این شخص هست که باید قدرت بگیره. بنابراین خودشو دست خدا داده، خودشو دست سرنوشت داره و اگر که به هر حال معتقدم نیست، میخواد ببینه که زندگی چه چیزی براش پیش خواهد آورد. من احساس میکنم برای که با این کارت و این کارت دوستان خیلی تلاش میکنه برای یک خانواده‌ای، مثل که افرادی هستن که یا یه خانواده‌ای هست یا یک مقامی داره، یا مقام که میگم نه حتما باید شغلش این باشه، یه جایگاهی داره در این روی این در این دنیای هستی که افرادی بهش وابسته هستن دوستان. و این وابستگی هایی که وجود داره مجبور هستش که همه چیز رو دستش بگیره. جاهای دیگه مسئولیت های دیگه دارن، اینجا حرف از پدر و مادر میزنه، یا به عنوان پدر و مادر یا به خاطر پدر و مادری. و اینجا هم دارم نم خوشحالی خوشبختی خانوادش منتظر هست، چشم به راه هست که نتایج اون کارهایی رو که انجام داده در ارتباط با زندگی خانوادگیش ببینه. ولی آدمی بسیار بسیار خسته من میبینمش. خب حالا بریم ببینیم که کارتهای دیگه چی میگن در ارتباط با این شخص دوستان عزیز.
ببینید دو تا هشت داره تکرار میشه دوستان اینجا برای این شخص. اوکی بریم ببینیم کارت های دیگه چی میگن در ارتباط باش. حالا که دو تا اون بالا گذاشتم اینجا هم دو تا میذارم، دو تا کارت میذارم. اوکی. تغییرات بسیار بزرگی توی این رابطه به وجود اومده دوستان. توجه کنید این آدمی هستش که میدونه که این رابطه رو باید از اول ساخت. از اول ساخت و از اول چه چیزی رو ساخت؟ یعنی زیربنای هر رابطه دوستان عزیز که حرف از اعتماد میزنه. اول باید یک اعتماد ساخت. اول باید آنچه را که شاید تبدیل به یک ایست شده و یک مسئله ای که دیگه جلو نمیره و اینکه دیگه به درد نمیخوره اونو باید بیرون انداخت و از اول خیلی از کارها رو باید انجام داد. آدمی هستش که در ارتباط با شما دوستان در رابطهش با شما ببینید احتیاج داره که دو مرتبه مسئله دستش بگیره و از اول بسازه. آنچه که بوده شاید تا حالا براش خوشایند نبوده یا به یک درجه رسیده که دیگه بیشتر از این کار نمیکرده. خب اون راه حل هایی اون مسائلی که بینتون بودن تا یه حدی میدونی خوب بودن، بعد از دیگه تا یه مدتی خوب بودن، درست بودن. و اینکه احتیاج داره که عزیزان دل که در این رابطه شاید دلش میخواد که جبران اینو انجام بده، هدیه رو بهتون بده، جبران اینو انجام بده و حاضر هستش دوستان که اینجا من دارم میگم کسی که میگه بیا با هم دیگه تلاش کنیم، تلاش کنیم. اینجا احساسات رمانتیک هستن و ازدواج هم اینجا دارم میبینم. حالا کارت ازدواج حتما نه اینکه ازدواج باشه، برای یه سری ها امکانه داره که خود این اشخاص در یک رابطه دیگه باشن، رابطه رسمی باشن، و یا اینکه عزیزان دل افرادی هستن که در ارتباط با شما رابطه رو رابطه هم رمانتیک هم اینکه به هر حال در اون یک سری از تعهدات بوده. یک سری از افراد دوست ندارن تیتر تعهد ازدواج به یک مسئله بدن، نه اینکه چون تیتر رو نمیخوان بدن، چون از این تیتر میترسن، از این اسم میترسن که دیگه احساسی وجود نداره. خب ببینیم که ارزش هیچ کسی دوستان با ازدواج و طلاق معیارش گرفته نمیشه. خب هرچند که ما یک ضرب المثل قدیمی داریم در مورد طلاق گرفته ها توی فارسی که دوست ندارم اینجا حرفش رو بزنم. توجه کنید دوستان عزیز، آدمیه که میدونه پس یک چیزی بین شما اینجا باید از اول درست بشه، یک چیزی، و اینکه باید این آستینا رو زد بالا و از اول درست بشه. و منتهی مراتب چرا الان دارم میبینم که اینجا فاصله هستش، اون بالا فاصله گذاشته، همه چیز دست خدا سپرده، چون انرژی نداره، چون انرژیش جای دیگه هستش دوستان، که افرادی که بهش وابسته هستن وابستگی هایی رو به این شخص دارن دوستان. خب بریم ببینیم که شما عزیز دل به چه صورت. نه اینو دیگه نه، یکی گذاشتم. خب شما رو میبینم که آدمی هستین که خیلی قدرتمند هستین، چون دارم میبینم که ایمان دارین که و فکر میکنین که
من به زندگی اعتماد میکنم و با اعتماد کردن به زندگی، زندگیتون اینجوری دارین پیش میبرین. شما رو میبینه آدمی که خوش شانس هستین، آدمی شاد هستین، آدمی که ثبات دارین در زندگیتون و در ارتباط با این شخص، چون یک بار شاید بین شما اینجا مسائلی چکراب شده و احساس میکنین که مشکل دارین که خودتون رو با این شخص، ای عزیزگاه این شخص میگه، مشکل دارین که خودتون با این شخص در آینده ببینیم و اینکه میترسین و در رو خودتون میبندین و فاصله گذاشتین دوستان بین خودتون و این شخص، چرا که یک سریاتون شاید بالو پر شما ریخته به خاطر این شخص، برای همین هستش که فاصله میذاره. آدمی میبینه شما رو که تلاش میکنین برای زندگیتون، برای زندگی مادیتون و میل شما این هستش که یک زندگی درست بسازین. دارم میبینم که در ارتباط با این شخص، این شخص احساس میکنه که خب شما شاد و سرحال هستین، دوبار این کارتو داره تکرار میکنه، ولی در ارتباط با این شخص احساس میکنم که فکر میکنه که شما عزیزان دل خیلی محتاطانه عمل میکنین و بیگدار به آب نمیزنین. دارم میبینم که شما رو خیلی مثبت میبینه، ولی شما رو میبینه کسی که فاصله میگذارین الان امروز بین خودتون به خاطری که ترس از میبینم، مثل کسی که میترسم این امنیتی رو که دارم از دست بدم، چون من الان در یک امن هستم به سر میبرم. برای اون چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. درود به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت بود. میگه که رسیدن آخر یک مشکل، یک دوره سخت. اوکی عزیزان دل، نگاه کنیم با همدیگه کارت های دیگه بهتون چه چیزی میگن. ماه کامل برج دی هست، اینجا رو میذارم و اینکه عقب از اینکه شروع کنیم، از انرژی کیهانی، از ضمیر ناخودآگاه اون شخص و همچنین فرشتگان مقرب اجازه میخواییم که با این شخص یک ارتباط برقرار کنیم دوستان، یک تلپاتی برقرار کنیم. من اولین کاری که میکنم این هستش که نگاه میکنیم، یه آماری میگیریم ببینیم شما کجا هستین، این شخص کجای کار هستش. خب انرژی که اینجا من دارم میبینم برای این شخص، آدمی هستش که دوستان عزیز توجه کنین که زندگی خیلی عوض شده. آدمی هستش که دارم در ارتباط با شما عزیزان دل خیلی خیلی مثل که یک سری از مسائل عوض شده و یک چیزی فرو ریخته اینجا. احساس حداقل این از چشمان این شخص هست، ولی چیزی که باقی مونده، برای من یک سریا توجه کنه، یک تعهدی که فرو ریخته، حتی یک ازدواجی که ممکن هست اینجا فرو ریخته باشه. شاید، ولی خب به هر حال مهربانی هایی باقی مانده با این کارت. بریم شما رو چجوره میبینه توی این مسئله. شما رو میبینه آدمی خیلی متعادل هستین، آدمی که تصمیم ببین خیلی خوشک شما رو میبینه. شما هر چیزی که هست بهش احترام میذارین، به این رابطه احترام میذارین، به این شخص رو ممکن استش که احترام بذارین و ببینیم که رابطه رو چجوره میبینه. رابطه میبینه که در اون برحال هر کدوم از شما مدارا میکنین و اینکه سعی میکنین که یک هارمونی به وجود بیارین و اینکه یک شفایی بدین به این رابطه. یه مثل رابطه ای که در یک دوره نقاهتی رو داره پشت سر میگذاره. واقعا دوستان توجه کنیم وقتی که ترکیب کارت ها میکنیم، باز هم حرف از یک طلاق میزنه. من نمیگم که شما طلاق گرفتین دوستان عزیز، خب من نمیگم که شما حتما در یک ازدواج بودین، چون هر کسی یک شرایط متفاوتی رو داره. خب ولی چیزی که هستش، من احساس میکنم یک چیزی فرو ریخته اینجا، یک تغییر اساسی به وجود اومده و مثل این میمونه که یک دوره نقاهتی داره در این رابطه به سر، یعنی جلو میره. اینا چشمان این شخص هستش. خب بریم ببینیم که دوستان عزیز چه خبر است دیگه. اینجا من چیزی که دارم میبینم شما رو، از چیزی که خوشش میاد اینه که شما جلو خودتون رو میگیرین، شما چشم پوشی میکنین از خیلی چیزها، شما خیلی خودتون رو ایثار و وفاداریتون زیاد هستش و در خوشش هم میاد که تکونم نمیخورین در موردش. خب و اینکه بریم ببینیم که از چه چیز شما میترسه، از اینکه یه چیزهایی شما پنهان کرده باشین خبر نداشته باشه، از اینکه یه وقتی یه کاری کنین که این متوجه نشه، از اینکه شاید عزیزان دل شما عزیزان شاید معنوی هستین، حسش شما قوی داره و این شخص خیلی از این چیزها هم میترسه و رابطه رو میبینه، رابطه‌ای که به هر حال جلو میره با وجود هر مشکلی هم که وجود داشته باشه، این جلو خواهد رفت. پتانسیلش رو داره، نه اینکه الان داره جلو، پتانسیلش رو داره. خب عجیب، ببینیم کارت‌های دیگر رو عزیزان.
توجه کنید عزیزان، اینجا پس برای در زندگی، ببین حالا این اولین کارت این شخص بود، من کارت های دیگرم براتون میریزم، از کارت های مختلف استفاده میکنم، ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن. اوکی دوستان، توجه کنین عزیزان دل، این شخصی هستش که من همونجور که قبل هم بهتون گفتم مثل میمونه که شما با همدیگه در یک رابطه بودین، رابطه ای که فرو ریخته. آدمی هستش که گوشتی بر تن نداره، یعنی که توانی آنچنان نداره در مقابله. ببین شما شاید الان در گذشته این شخص هستین، ولی این شخص دوره سختی رو شما با پشت سر گذاشتین و این شخص دوره سختی رو پشت سر گذاشته در ارتباط با شما. الان احساس میکنه بهتر هست، مثلا میتونه به خودش اجازه یک سری از مسائل بده، خواب شما رو داره، رویای شما رو داره در سر، و اینکه در به خاطر حتی در درون خودش دوستان عزیز میل به این به هم رسیدن داره. اینجا کسی ازش که حرف از ازدواج میزنه، کسی ازش حرف از با هم بودن میزنه و این جزئی از خواب و رویاهاش هستش. اما یه اتفاقی افتاده، مثل این میمونه که شما با همدیگه یه بحثی داشته، حرفهایی بین شما رد و بدل شده، که یعنی اینجا عزیزان دل من نمیگم شما حتما شون اون شخص هم بوده، رد خیلی خیلی پررنگی در این رابطه گذاشته. و ببینید دوستان عزیز، بحث های اگر داشتین با هم دیگه، جدل های اگر داشتین با هم دیگه، یا حتی خود این شخص با مسائلی که مشکلاتی که شما بین هم دیگه داشتین، میگه الان من همدیگه رو خیلی خوب میشناسم و اینکه میتونم میدونم که من و تو خیلی متفاوت هستیم از هر نظر، خانوادهمون، نمیدونم طبقات، از نظر فکری، از هر نظری خیلی خیلی متفاوت هستیم. خب حالا بریم ببینیم با همدیگه کارت های دیگه بهتون چی میگن دوستان در ارتباط با یکی دون دوستان زبان خیلی سختی داره، یکی دون واقعا زبان سختی رو داره عزیزان دل، و اینکه یک قدرتی رو داره که میخواد سوار سر اون یکی بشه، موضوع این مسئله باشه. اوکی و خب عزیزان دل، توجه کنید اینجا من چیزی رو که دارم میبینم این هستش که در این رابطه دوستان عزیز یه مقدار هر کسی جای غرور خودش رو داره و اینکه نمیخواد غرور خودش رو خرد کنه و پا جلو بذاره، ولی چه کنم که الان یک نفر از شما، یا شما یا شخص مورد نظر شما دوستان،
داره با خودش صحبت میکنه که این غرور رو بذاره زیر پاش، برای که گرایش هنوز وجود داره و اینکه قدمی باشه. ببینید دوستان عزیز، اینجا من 9 دارم، اینجا 1 دارم، 1 و 9 10، یعنی اینکه کامل شدن، به اون تکامل رسیدن هستش، اوکی. و اینکه ببینید این شخص احساس میکنه که باید میتونین با همدیگه این رابطه رو مستحکم تر کنیم. احتیاج داره که شما خیلی حرفای خوب بهش بزنین و احتیاج به این داره که همچنین احتیاج به دوستان این داره که یک دوره از زندگیش رو کامل کنه و تمام کنه و پشت سرش هم دیگه نگاه نکنه، نه اینکه در ارتباط با شما. برای که من برمیگردم، من کارتارم دارم به هم دیگه ربط میدم، اینجا دوره سختی رو پشت سر گذاشته که داره تمام میشه. ممکنه دوستان عزیز، من همه چیز رو در ارتباط با شما که دارم میگم توجه داشته باشن که یه وقتایی یک سری از افراد خودشون در زندگی خودشون هم مشکلاتی رو داشتن و دوره سختی رو گذاشتن که با انرژی های شما تداخل پیدا میکنه. برحال الان دارم میگم که رابطهش با شما، با اینکه دوست دارین، دوست داره که این مسئله انجام بشه، ولی باز هم دارم میبینم که رابطه حد شده عزیزان دل یک مقدار از نظر کلامی سخت دوستان. یه مقدار ببینین دوستان عزیز، اینجا هرچند که من اینجا دارم میبینم که این شخص الان حالش نسبت به شما بهتره، واقعا در اون تحته وجودش دوست داره که با شما باشه، ولی حرفای بین شما رد و بدل شده که بار این شخص رو سنگین کرده و ببینید مثل نمیتونه از سرش هم بیرون کنه این مسئله. با اینکه ببین داره میگه که این رابطه یک رابطه هستش که عشق واقعی هستش و اینکه در این رابطه واقعا یک گرایش خاصی وجود داره. گرایش اینجا هست که میگه شاد باش تا اینکه گرایش داشته باشین به هم، ببخشید که تا اینکه جذاب باشین. و این دارم میبینم که واقعا احساس میکنه که رابطه ای هست که در اون این شخص میتونه شکوفا بشه دوستان، خودش باشه، شکوفا باشه. و به هر حال ولی خیلی وابسته هستم به شما دوستان، اوکی. هم وابسته هست، همی که احساس میکنین میخواین سوار سرش بشین دوستان. آدمی هستش که یه مقدار من افسرده میبینمش اینجا، این آدم. خب جالب استش، یک سری از کارت ها دوستان در میان دقیقا همون جایی که دست اول در اومدن، برای که من بهتون گفتم نگاه کنید، به خاطر که خیلی ها هستن که میخوان فقط یک گزینه ای باشه. من یک سری از فال ها رو عزیزانی هستن که دو نفر نگاه میکنن، چرا باید حتما همه رو بخوام جریمه کنم، به خاطر که برای دو نفر برای یک انتخاب بذاریم. فال هایی هست که خواهم گذاشت یک انتخابی، ولی یک سری از فال ها رو دو انتخابی من میگذارم دوستان. خیلی خوب، ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. مثل میمونه که دوستان این خط خیلی حاضر استش که کارهایی رو انجام بده و قدم جلو بذاره، ولی میترسه، ولی انرژیش رو نداره دوستان. خب واقعا حسی از کارت ها یک تکرار میشن با انتخاب اول. خب دوستان عزیز توجه کنید، اینجا من چیزی که دارم میبینم این هستش که شما مثل این میمونه که احساس میکنه که منتظر این شخص هستین، منتظر این شخص هستین که قدمی برداره. شما برای شما رو آدمی معتقد میدونه و اینکه حاضر این دو مرتبه اعتماد کنین، ولی ترس هایی رم دارین در ارتباط با این شخص. شما رو خیلی پر از حس و احساس میبینه، آدمی که بزرگ شدین دوستان از نظر احساسی، کسی که محتاط هستین توی زندگیتون، از گذشته سختی داشتین و از اون آموختین، و اینکه واقعا احساس میکنه که هنوز بین شما به فکر میکنین که، یعنی از جانب شما که هنوز گرایش بسیار بسیار زیادی بینتون وجود داره و هنوز اعتماد هستش. اعتماد دوبار اومده، شما رو خیلی آدم معتمدی میبینه دوستان،
و همچنین احساس میکنه که شما هم بهش خیلی اعتماد میتونید بکنید و منتظر این شخص هستین، منتظر این هستین که اگر مشکلاتی بین شما هستش حل بشه. اوکی، ببینید دوستان، گرایش هستش، همه چیز هستش، مشکل یک این شخص حالش بد هست عزیزان دل و براش اطمینان داره، اطمینان داره که شما منتظرش هستین. خب الان یک میسیم مونه که این نفر فقط باید حلش بده که این تلپی بیفته در آغوش شما، آنچنان نمونده، خیلی بارش سنگین هستش، خیلی خسته هستش این شخص عزیزان دل. اوکی، خب دوستان شما احساس میکنه تحت فشارش میزنی چون میبینتتون چرا چش برای. اوکی دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه.